یک دفعه خود بیمار با اون وضعیت بدش رو به من کرد و گفت که من هشت ماه پیش سگ <applause> در ارتباط بودم وقتی که اینو گفت دوستان الان دقیقا فهمیده بودیم چرا بیمار به این وضعیت خیلی حاد و بد رسیده بوده و بیا بهتون بگم ماجرای این دختر 23 ساله چی بوده و چرا این شکلی دچار تنگی نفس شدید شده بوده همین هفته پیش شیفت صبح اورژانس ساعت 10 صبح یک دختر 23 ساله ای رو رفیقاش یعنی دوستهاش از دانشگاه که حالا توی دانشگاه دچار تنگی نفس شدید و دچار دیسترس تنفسی میشه با برانکارد وارد اورژانسش کردن و خود دختره روی اون تخت برانکارد نشسته بودش یعنی حالش اونقدر بد نبود که بخاطر بخوا به حالا بخواب اونقدر بی حال باشه ولی خیلی تنگی نفس شدیدش داشت انگاری که یک حمله آسمی رخ داده مثلا بیمارایی که با حمله آس به اورژانس مراجعه میکنن دقیقا همین شکلی هستن تنگ نفس شدید دارن سرفه میکنن و خوب نمیتونن نفس بکشن و تون, تون نفس میکشن که دقیقا همه این علائم رو این دختر داشتش اما در کنار اون افرادی که هیستریک هم و یا حمله عصبی میشن هم یک همچین حالتی دارن بیشتر توی سن دانشگاه همین حالت ها رخ میده رفتیم بالا سر این بیمار و دیدم یه بیمار 23 ساله هستش دختری 23 ساله هستش که چیز جالبی که به نظر میرسه اینه که یه مقدار صورتش زرد شده بوده و تنگ نفس شدیدی رو تجربه میکردش یه پرستاری تریاج اومد علائم حیاتی بیمار رو گرفت دوستان اکسیژن خون بیمار 95 درصد بود و این یعنی اینکه اکسیژن خون اومده پایین و تنگی نفس بیمار واقعی بوده نه اینکه حمله عصبی و یا از روی یک حالت هیستریکتور اتفاق افتاده باشه مثلا بیمار به خاطر حمله عصبی نشون میده تنگی نفس داره که مثلا بقیه رو تحت تاثیر قرار بده اما اینطوری نبود این بیمار واقعا تنگی نفس داشت و واقعا علائم آسم رو داشتش پس ما باید سریعا برای بیمار بخور میذاشتیم در واقع بخوری که باعث باز شدن راه هوایی میشه که ما بهش میگیم نبولایزر ما باید برای بیمار میذاشیم براش اسپری میذاشتیم و بیمار رو سریعا مانیتور میکردیم چون بیمار خیلی وضعیتش ناجور بود همراهاش و رفقاش خیلی خیلی عصبی بودن یکی از همراهاش یه دختری بود که همکلاسیش بوده و به من گفت که شما چرا کاری برای بیمارم انجام نمیدی شما چرا میخواید بیمار من بمیره تا کاری براش انجام میدی من وقتی که همچین صحنه رو دیدم گفتم اوکی اوکی میتونه به خاطر یک وضعیت عصبی بوده باشه این حمله آسب یعنی درسته بیمار الان حمله آسم شده اما ممکنه به خاطر یک وضعیت عصبی بوده باشه چون همه همراهاش عصبی بودن فرستادیمش سر تخت و سریعا بیمار مانیتور کرد برای بیمار رگ گرفتیم و برای بیمار بخور سالبوتامول گذاشتیم سالبوتامول یه داروی هستش دوستان که هم اسپریش هست هم بخورش هست سالبوتامول چه کار میکنه میاد روی یه سری از گیرنده ها در راه هوایی تاثیر میذاره و باعث باز شدن راه هوایی میشه و این چیزیه که ما میخواستیم در واقع توی حمله آسم اتفاقی که میفته راه هوایی در واقع دوستان بسته میشه و نمیذاره اون هوا رد و بدل بشه و بیمار دچار همچین حالتی میشه و ما اینو میخواستیم برای بیمار بخور گذاشتیم و در کنارش به بیمار اسپری هم زدیم و داروی هیدروکورتیزون رو که به صورت وریدی هستش برای کاهش التهاب رو به بیمار زدیم و منتظر بودیم که بیمار چطوری میشه دوستان ببینید حالت بیمار یه مقدار بهتر شد مثلا اکسیژن بیمار از 95 درصد برگشت به 100 درصد با اکسیژن اما خود بیمار دستش رو گذاشته بود رو قفسه سینهش و احساس درد کرد یه مقدار هم تعریق داشت من وقتی که این حالت از در واقع بیمار رو دیدم گفتم ای وای چرا بیمار رو از نظر قلبی چک نکردیم حالا درسته که بیمار 23 سالشه درسته که بیمار سابقه قلبی و در واقع تنفسی نداره و الان دچار حمله آست شده ولی ما چرا از نظر قلبی چکش نکردیم چون ما اگر برید کیس های قبلی رو چک کنید خیلی بیمار های جوونی که به دنبال سکت قلبی اومده باشن خیلی ها مراجعه کرده بودن اونجا بود که تصمیم گرفتم در واقع سریعا از بیمار نوار قلب بگیرم ببینم قلب بیمار چطوری هستش چون بیمار تحریک داشت و درد قفسه سینه داشت وقتی رفتم بالا سرش نوار قلب رو گرفتم دستم و دید که دوستان بیمار توی نوار قلبش خدا رو شکر چیزی نداشت و سکت قلبی نبودش و این باعث شد یه مقدار اون ترسی که از سکت قلبی داشته باشیم رو یه مقدار کمتر کنه اما بیمار همچنان درد قفس سینه داشت و این باعث شد من به این فکر کنم که چرا بیمار درد قفسه سینه داره اوکی نفسش بهتر شده اوکی بیمار سابقه قلبی نداره و الان نوار قلبش اوکیه پس چرا درد قفسه سینه داره من به این فکرم که نکنه بیمار ضربه ای به قفسه سینهش وارد شده که من از همراهاش پرسیدم تمام همراهاش گفتن نه یهوی سر کلاس دچار همچین حالتی شد که همه این حالت ها میگن بیمار آسمه اما ما یک کاری رو انجام نداده بودیم اینکه ریه بیمار رو سمع نکرده بودیم در بیماری آسم اتفاقی که میفته ریه ها یک صدای ویزینگی میدن همچین صدایی دقت کنید و این صدا در واقع اسمش هست صدای ویزینگ که ناشی از رد شدن هوا از راه هوایی باریک هستش من وقتی که صدا رو در واقع گوش دادم و گوشی پزشکی گذاشتم روی قسمت سینه بیمار دوستان سینه بیمار کاملا صدای نرمالی داشت اما چیز عجیبی بود که باعث شد من خیلی بترسم سمت ریه راست بیمار دوستان صدای نرمال ریه کاهش پیدا کردی یعنی صدا نرمال بود اما نسبت به صدای ریه چپ این صدا پایین تر اومده بود و این میتونه نشون دهنده یه بیماری باشه مثلا در ضرباتی که به قفسه سینه وارد میشه باعث میشه که حالا نموتراکس اتفاق بیفته است. در قفسه اون ریه ها جمع و مچاله بشن و صدای ریه ها کمتر بشه و این باعث میشه هم درد قفسه ایجاد بکنه هم یک همچین تنگی نفسی ایجاد بکنه هم بیمار رو بیقرارش بکنه و هم تعریق ایجاد بکنه کل این علائم رو داشت اما بیمار میگه من ضربه ای نخوردم همراهاش هم میگن ضربه ای نخورده روی ریه بیمارم چک کردیم علائم کبودی و یا ضربه ای وجود نداشتش اما خیلی خیلی عجیب بود که چرا سمت راست ریه کاهش صدا داشت من تصمیم گرفتم که با وجود کاهش صدا سریعا بیمار رو بفرستم بره سی تی اسکن بشه که ببینیم توی ریه ها چه خبر هستش اوکی شاید یه عفونتی توی ریش وجود داره همون موقع بود که من میخواستم در واقع بیمار رو بفرستم به سیتی اسکن جواب آزمایشات اومدش وقتی جواب آزمایشات اومدش رو سال آزمایشات بیمار بالا بودن میزان عفونت رو نشون میداد یعنی توی خون بیمار عفونت بود چرا هنوز معلوم نیست البته اینم بهتون بگم در حمله آسم دوستان میزان وایت بی سی ها و گلوبل های سفید و عفونت میره بالا ولی به صورت خیلی در واقع کاذب میره بالا در همون حمله آسم میره بالا و به ما نشون میده که اوکی بیمار عفونته ولی افونتش ناشی از آسمه ناشی از بیماری در واقع عفونی درگیر کننده ریه نیستش حالا شاید بگی مثل تو که ریه بیمارو گوش دادی ویزینگ نداشت که بخوای بگی آسمه درسته ولی من ریه بیمار رو بعد از بخور تراپی گوش دادم یعنی میتونه بخور تاثیر گذاشته باشه و آسم رو برطرف کرده باشه اما چیزی که الان توی ریه بیمار شنیده میشد کاهش صدا در قسمت راست بود اما چرا واقعا خیلی عجیب و خیلی وحشتناک بود سریعا بیمار رو فرستادم سمت سی تی اسکن و وقتی که بیمار از سی تی اسکن برگشت دوستان توی سی تی اسکن رو که در واقع توی سیستم باز کردم چیز عجیبی توی ریه راست بیمار دیدم یک توده دایری شکل شبیه به یک کیست بود که توی ریه راست بود و خیلی عجیب بود دوستان من یک همچین توده هایی رو توی بیمارهای سرطانی دیده بودم اما چرا یک دختر 23 ساله یک توده سرطانی باید توی ریه راستش وجود داشته باشه اونم به این اندازه بزرگ اونم ایجاد یک همچین تنگی نفسی کرده باشه و دقیقا همون جایی که من کاهش صدا میشنیدم دقیقا همونجا این توده کیست مانند وجود داشت یعنی این بیمار سرطان ریه داشته و نمیدونسته ممکنه چون بعضی از موقع ها دوستان سرطان های ریه در سینین پایین رخ میدن اما در همچین سینین یعنی 20 سالگی 23 سالگی به شدت خودشون میرسن آیا واقعا این دختر دچار سرطان ریه شده بود واقعا همه گیج شده بودیم با این عکس همه اصلا ترسیده بودیم چرا باید یک دختر 23 ساله همچین چیزی توی ریهش وجود داشته باشه من باز هم رفتم بالا سر این دختره البته این دفعه خیلی با عصبانیت و با ناراحتی رفته بودم بالا سر چون چیزی رو میدیدم که واقعا قابل توضیح نبود این بیمار سابقه در واقع کنسر نداشته سابقه بیماری خاصی نداشته پدر مادرش سابقه کنسر نداشته بودن چون بعد از ماجرا پدر مادرش آماده بودن اورژانس و ازشون پرسیده بودیم که آیا سابقه وجود داره اصلا هیچ سابقه ای رو نمیدادن پس این توده توی ریه راست چیه من وقتی رفتم بالا سر بیمار و نبز بیمار رو دوستان گرفتم میخواستم مطمئن باشم نبز بیمار اوکیه دوستان پوست بیمار خیلی داغ بود بیمار تب داشت معلوم بود که تب داشت من وقتی که دوباره در واقع تب بیمار رو گرفتم دیدم تب بیمار دوستان 38 درجه است و یک پروسه التهابی توی بدن بیمار معلوم بود چرا چون بیمار هم تنگ نفس شک ای بوده مثل یک حمله آسم بوده هم تب داره هم توی خونش عفونت بوده چرا چرا این عفونت توی خون وجود داره آیا ناشی از اون کیستی میشه که توی ریه هاست یا اینکه چرا بیمار تب داره و ما باید اینجا تب بیمار رو کنترل میکردیم سری برای بیمار استامینوفن در واقع تزریقی زدیم و تب بیمار رو کنترل کردیم یه مقدار حال بیمار بهتر شد و من به بیمار و همراه های بیمار گفتم که ما چیزی رو تیه سی تی اسکن دیدیم که هنوز توضیحی براش نداریم یعنی نمیدونیم چیه ممکنه عفونت باشه ممکنه یک آبسه باشه ممکنه حتی بدتر مثلا یک بیماری بدخیمی مثل سرطان باشه تا من گفتم مثل سرطان باشه خیلی همراه ها عصبی شدن خود در واقع رفقاش خیلی عصبی شدن و ناراحت شدن گفتن که بیمارمون مشکلی نداره چرا علکی حرف میزنید چرا در واقع میگی سرطان داره چرا فلان گفتم نه ممکنه داشته باشه من فقط دارم احتمالاتو رو بهتون میگم و اینجا بودم که متوجه شدم بیمار در واقع همراها خیلی آجیتن گفتم بذار یه مقدار استاب کنم و فعلا بهشون بگم ما در حال بررسی هستیم که یه مقدار اون حالت استرس ایجاد نشه و گفتم ببینید فعلا نگران نباشید احتمال اینکه این در واقع کیست بدخیم و سرطانی باشه خیلی پایینه اینجا که اینو گفتم یه مقدار همراهاش آروم شدن اما واقعا دوستان اگه واقعیت بخواد نمیدونستیم که این کیست چیه چرا وجود داره و چرا توی ریه ها وجود داره دوستان اما چیزی که واضح بود این بود که داخل این کیست یک بافتی مثل مایع وجود داشت یعنی کیستی بوده که داخلش مایعه بیشتر به آبسه میخورده چرا توی ریه این بیمار آبسه وجود داره یک بیماری که کاملا نرمال بوده با بخور تراپی وضعیت بیمار بهتر شده بوده یعنی میتونه این کیسته باعث ایجاد آسپ شده باشه یا میتونه این کیسته باعث ایجاد حمله تنگی نفس شده بوده باشه واقعا نمیدونستین من همون لحظه تصمیم گرفتم که زنگ بزنم به متخصص رادیولوژیست که نظرش به این کیست بپرسم که وقتی زنگ زدم به متخصص رادیولوژیست واقعا نظر دقیقی رو نداشت و فقط میگفت که این کیست همونطوری که من گفته بودم خیلی شبیه به یک آبسه عفونی هستش اما چیه واقعا قابل تشخیص نبودش من دوباره زنگ زدم به متخصص داخلی که اونم ببینه ماجرا چیه وقتی که این کیست رو دید گفت الان خودم رو میرسونم به اورژانس و بیمار رو معاینش میکنم دوستان اینجا بود که من گفتم برای بار سوم برم بالا سر بیمار شاید چیزی رو من از بیمار نپرسیده باشم شاید به یه چیزی دقت نکرده باشم و این دفعه که حال بیمار خوبه شاید بتونه بهتر پاسخ بده وقتی رفتم بالا سر بیمار دوستم به یه چیزی توجه کردم و اونم این بود که چشمهای بیمار و صورت بیماری مقدار زردی داشت و معمولا افرادی که زردی صورت و چشم دارن بیشتر در بیماری های کبدی دیده میشن و ما کبد این بیمار رو معاینه نکرده بودیم من وقتی که دست دادم به قسمت فوقانی راست بیمار دقیقا جای کبد احساس کردم که کبد بیمار یه مقدار از حالت نرمال بزرگتر شده بود وقتی که اونجا رو فشار دادم دوستان بیمار یه مقدار احساس ناراحتی کرده بود و من تصمیم گرفتم که یه بار دیگه بیمار رو بفرستم بره در واقع سی تی اسکن این دفعه از شکمش انجام بده و ببینیم توی کبدش چی میتونه داشته باشه وقتی سی تی اسکن انجام داد دوستان من کیست های متعددی توی کبد توی سی تی اسکن دیدم و وقتی که اینو دیدم سریعاً آزمایش های کبدی رو برای بیمار فرستادم و آزمایش های کبدی بیمار یعنی ALT و AST که نشون دهنده سلامت کبد هستن توی خون بیمار رفته بود بالا و این نشون میده که کبد داره یه زجری رو میکشونه اما الان یه مقدار ماجرا بازتر شده بود بیمار یه بیماری کبدی رو داشته که نمیدونسته و الان توی کبدش کیست داشته کیست هایی که توی کبد هستن دقیقا شبیه کیست هایی هستن که توی ریه ها وجود داشتن اما این میتونه نشون دهنده یه بیماری سرطانی باشه که از کبد شروع شده و بعد متاستاز داده به سمت ریه چیزی بود که اولین چیزی بود که اومد تو ذهنم ای وای نکنه اون یک درصدی که ما احتمالش رو نمیدادیم واقعی باشه و بیمار دچار سرطان ریه شده باشه اما دوباره رفتم بالای سر بیمار این دفعه به بیمار گفتم میتونی مثلا یک سال پیش یا حتی دو سال پیش یه چیزی برات اتفاق افتاده باشه که به ما نگفته باشی که باز هم سرشو به علامت منفی تکون داد و گفت نه نمیدونم اصلا اتف... بیماری نداشتم ولی اخیرا اگزمای پوستی زیاد داشتم یعنی رو به من نشون داد و دیدم واقعا روی پوستش روی پوست سینه‌ش قرمزی وجود داشت و اگزما وجود داشت خب توی این وضعیت گیج کننده که واقعا این ماجرا چیه و بیشتر ماجرا به سرطان میخورد هم کبد بیمار مختل شده بود هم در واقع کیست هایی توی کبد و توی ریه ها وجود داشت به یک شکل بودن هم بیمار ضعف و بیحالی داشت هم بیمار زردی داشت هم آزمایشات کبدی مختل شده بود همه اینها گیج کننده بود تو این مدتی که من منتظر این بودم که پزشک داخلی بیاد و یه نگاهی به بیمار بندازه و کمکمون کنه تشخیصش بدیم و توی این مدت دوستان اتفاقی افتاد که خیلی توجه منو جلب خودش هد. که شاید بگه مثل چه اتفاقی افتاد دوستان دوست این بیمار با یک سگ خونگی وارد اورژانس شد و رفت سمت بیمار و من میدیدم که اون بیمار و رفقاش با اون سگ کلی خوشحال بودم و اون سگ خوشحال بود و یک رابطه عاطفی وجود داشت وقتی من این صحنه رو دیدم بیماری ته ذهنم اومد که خیلی وقت من ندیده بودم البته این بیماری میتونه خیلی شایع باشه شاید بگیم مستر چی ته ذهنت اومد بیا بهتون بگم رفتم پیش اون در واقع همراه ها و بیمار و به همراه ها گفتم که این سگ سگ کیه که خیلی تعجب زده همشون با هم گفتن که سگ خودمونه دیگه گفتم نه میدونم این سگ از کی باتون بوده گفتن که هشت ماه پیش پیش این بیمار بوده یعنی بیماری که حالا خوابیده این سگ هشت ماه پیش مال خودش بوده که هشت ماه پیش تحویلش داده بوده به در واقع دوستش که یک دفعه اون بیمار با حال بدش گفت آره این سگ من بوده که هشت ماه پیش ولگرد بوده من پیداش کردم تمیزش کردم و اینا و تحویل هدیهش دادم به یکی از دوستم که الان این شکلی بزرگ شده تا اینو گفت دوستان گفتم ای وای یه سگ ولگردی که در واقع ممکنه بیماری داشته باشه رو این دختر آورده بوده تو خونش باش ارتباط داشته و بعد هدیه داده به دوستش و هشت ماه از اون مدت میگذره دوستان دوباره رفتم سی تسکن رو باز کردم و دقت که کردم همون تشخیص بود بیمار دچار بیماری هیداتیک یا کیست هیداتیک شده بود حالا شاید مثل بیماری هیداتیک و یا کیست هیداتیک چیه؟, چیه؟ یه بیماری هستش بین حیواناتی مثل سگها و انسان که بیشتر در افراد روح میده که سگ خونگی دارن و یا سگهای ولگردی که دچار مبتلا به چرم اکینوکوکوزیس شدن اتفاق میفته دوستان حالا اینها چه نوع کرم های هستند کرم های نواری شکل هستند که دوستان از طریق جوندگان و از طریق جاهای دیگه وارد بدن سگ ها میشن توی سگ ها رشد میکنن و تخم اونها از طریق مدفوع سگ خارج میشه حالا اگر انسانی سگ خونگی داشته باشه که با مدفوعش در تماس باشه و یا با خود سگ در تماس باشه و بعد دستهاش حالا نشسته و یه غذای بخوره اون تخم انگل هایی که توی مدفوع بودن وارد قسمت دهان میشن و میرن در قسمت رو بوده این انسان رشد پیدا میکنن و بعد میرن سمت خون و به دو جای مهم میرن یکیش کبد و اونجا در واقع قشنگ کلونزشه میشن و یکیش سمت ریه ها بعد از درگیری کبد و دقیقا این اتفاق برای این بیمار افتاده بود توی یک کبد این بیمار کلی کیست هیداتیک زده شده بود و به خاطر همین دچار اختلال در کبد شده بود و باعث نارسایی کبد شده بود و از یه سمت دیگه یک کیست بزرگ هیداتیک در قسمت ریه این فرد وجود داشت که باعث ایجاد درد قفسه سینه شده بود باعث ایجاد تنگی نفس شده بود و عملا از هشت ماه گذشته این کیست ها رشد و رشد کردند چون دوستان توی این بیماری کیست ها رشد میکنن مثلا میبینی از 5 سانت بشه ده سانت و این توی یک سال توی 8 ماه اتفاق میفته و طولانی مدت نیاز داره مثلا بیمار از همون موقع درگیر بوده ولی الان درگیریش به حدی رسیده که باعث شده عفونت شده و دقیقا توی این بیمار عفونتی که ایجاد کرده بود توی خون و تبی که ایجاد کرده بود ناشی از همون درگیری توی کبد بیمار بود یک بیماری بسیار خطرناکی که میتونه باعث ایجاد در واقع عفونت بسیار شدید خون و حتی مرگ مغزی بدون بالا افونت و خون میشه پس خیلی بیماری خطرناکه ما وقتی که این ماجرا رو فهمیدیم پزشک داخلی اومد و وقتی که این عکس رو نگاه کرد و ماجرا رو بهش گفتم کاملا تاکید کرد که بیماری فرد یک کیست هیداتیک بوده الان شاید بگید برای درمان این کیست هیداتیک باید چه کار کرد دوستان تنها راه درمان این کیست هیداتیک جراحی و یا در واقع آسپیره کردن یعنی اون آبسه رو با سرنگ مواد داخلش رو بکشیم هستش و همراهش یه سری از داروها رو بدیم که این انگلها رو از بین ببره دو تا از مهمترین داروها رو که در ادامه بتون میگم وقتی که تشخیص نهایی داده شد سریعا من توضیحات رو به همروه های این بیمار دادم و اونا قبول کردن سریعا بیمار رو به اتاق عمل کیست های کبدی بیمار آسپیره شد با کمک سرنگ اون مواد داخلش آسپیره شد و از کنار دیگه اون کیستی که باعث ایجاد در در ریه ها و تنگ نفس شده بود با کمک جراحی خارج سازی شد همونطور که تو عکس میرید و بیمار با حال خیلی خوب و در واقع رفت سمت آی سی و توی آی سی تحت نظر قرار گرفت دو روز بعدش بیمار منت... مرخص شد از آی سی رفت بخش داخلی و تحت نظر قرار گرفت و بعد از سه روز کاملا مرخص شد و با حال خوب رفت خونه و البته از داروهای در واقع و آلبندازول هم استفاده میکنه و این داروها رو باید تا 6 ماه بخوره که انگل هایی که توی بدن مونده از بین برن و یک همچین بیماری خطرناکی که واقعا ذهن اون رو درگیر کرده بود که نکنه آسمه نکنه سرطان ریه است نکنه مشکلات در واقع حاد خونی باشه مشکل کیست هیداتی که ناشی از حیوانات خونگی بوده که به این دختر منتقل شده اونم که هشت ماه گذشته خب عملا بیمار میگه سابقه ای نداشتم امیدوارم دوستان نهایت استفاده را از این ویدیو برده باشید و این ویدیو برای شما مفید باشه برای تشخیص کیست های هیداتیکی که ممکنه رخ بده دوستان دو تا از کامنت های شما رو من همیشه رندوم میارم بالا پس حتما کامنتتون اون زیر بذارید لایک سابسکرایب یادتون نره دوستان ساختم همچین ویدیوهای خیلی انرژی میگیره برای اینکه من بتونم همچین ویدیوها رو براتون ادامه بدم و بسازم حتما لایک کنید حتما سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو برای که فکر میکنید نیاز دارن بفرستید تا ویدیوی بعدی مثل پسندانه باشیم